سلام دوستای گلم، امیدوارم که هر جای این دنیای بزرگی هستین و الان دارین برنامه سارا رو میبینین حالتون خوب باشه. دوستان گلم، امروز یه خود از تو آموزش خارج میشیم، چون اگه قرار باشه هر شب کلاس مراقبت از پوست داشته باشیم فکر کنم حوصله‌تون سر بره. یه سری محصولات از یک ماه پیش خریده بودم، اصلا یادم رفته که اینها رو در موردش با شما صحبت کنم و موضوع از وقتی شروع شد که دیروز تو تیک تاک دیدم که یه تبلیغاتی هست برای اسپری درمان موخوره. دیگه نیازم ندارین که موهاتون رو کوتاه کنین یا نوکگیری کنین یا هر کار دیگه انجام بدین و موهاتون خود به خود خوب میشه. دوستان امروز یک چند تا محصول دارم برای مراقبت از مو و در مورد یه سری نکات میخوام باهاتون صحبت کنم که بیشترش در مورد مو هست در اصل. بریم سر وقت ویدیوی امروزمون. دوستان گلم، طبق روال برنامه قبل از شروع، اگر کسانی هستین که جدیداً وارد کانال شدین و ویدیوهای من رو دارید میبینین، لطفاً یادتون باشه که سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرین. لایک یادتون نره، این به سارا کمک میکنه و من ممنون شما هستم. این هم کانال اینستاگرام من هست، اونجا عکس‌ها و فیلم‌های کوتاه رو میذارم. دوستان گلم لطفاً این ویدیو رو با دقت تا انتها گوش کنید. گفتم ویدیو آموزشی نیست، ولی در اصل چند تا نکته مهم هست که باید بهتون بگم. تو ویدئوی قبلی در مورد موخوره صحبت کردم مفصل و همیشه رو گفتم، لینک این ویدئو رو هم زیر این ویدئوی امروز میذارم. دوستان اگه دوست داشتین میتونین رو نگاه کنین. دیدم که همچین اسپری تبلیغش میشه و میگه که موها و یک عکس خیلی موی خوشگل شکیل جوون براق داره نشون میده که با این اسپری خوب شده و برام جالب بود. تو آمازون بود، رفتم محصول رو نگاه کردم، یک کاندیشنر که نیاز به شستشو نداره و به شکل اسپری هست. بعد از حموم رو موهای خیس اسپری میشه و موها رو نرم و لطیف میکنه. خیلی هم خوب هست، میتونین استفاده کنین برای موهاتون. اما اینکه برای اینکه موخوره رو از بین ببره نه. ببینید دوستان، یک تار موی ما بخش مرده بدن ماست، مثل نوک ناخون ها که وقتی اونها رو میگیریم هیچ احساس دردی نمی کنیم. وقتی که موهامون رو کات میکنیم هیچ احساس دردی نمی کنیم، چون هیچ خون رسانی و عصبی در تار موی ما وجود نداره. و وقتی یک مو خوش شد و آسیب دید و چند شاخه شد، در از اون فرمول پروتئین مو به هم ریخت، ما نمیتونیم اون رو درستش کنیم. تنها راهش از نظر علمی فقط نوکگیری و کوتاه کردن اون موخوره هاست. اما روش هایی وجود داره که میتونه کمک کنه موهای شما به شکل موقت جمع بشه این چند شاخه ها، به شکل حالا روغن ها یا هر محصولی، و اون حالت موخوره و اون زشتی رو در انتهای موها بگیره، ولی به شکل موقت است و شما با دفعه بعد که موهاتون رو میشورین دوباره به دو شاخه و سه شاخه شدن موها به ظاهر میشه و باید دوباره از روغن ها و از ماسک کاندیشنر ها استفاده کنین و مو رو ساپورت کنین. ولی اینکه بخوایم بگیم که از ریشه این مشکل رو حل کردیم، نه، درمان نمیشه. یکی از راهایی که میتونین از موهاتون محافظت کنین، به خصوص عزیزانی که موهای بلند و زیبا دارن و از دستگاه های اتوی مو و موفرکن استفاده میکنن، استفاده از اسپری های ضد حرارتی هست. اسپری های ضد حرارتی دوستان نمیگه که 100% مشکل رو حل میکنه، ولی ما حالا میگیم که اگه 60% مشکل رو حل کنه باز هم خوب هست. قبلا از محصولات لورال استفاده میکردم، زیاد راضی نبودم. این دفعه از برند تو سفورا از برند جیشتی خریدم، یک محافظت مو در مقابل حرارت هستش. این رو استفاده میکنم، چون محصولاتی هم که استفاده میکنم باز هم از برند جیشتی هست، انگار یه جور هماهنگی با هم داره و این میتونه به شما کمک کنه که قبل از اینکه مثلا موهاتون رو آماده کنین، حالا هر برنامه خاصی دارین یا کلا به شکل روزانه از حرارت برای موهاتون استفاده میکنین، این موهای شما رو پروتکت میکنه. در این حال یک خوشبو کننده هستش، خیلی بوی خوبی داره و الان یک ماه هست ازش استفاده میکنم و حس میکنم که از آخرین باری که نوک موهام رو کوتاه کردم
مخوره ندیدم حقیقتا، و به خاطر همین چون تجربه استفادهش رو داشتم گفتم با شما هم این رو به اشتراک بذارم. چیز دیگه ای که دوستان من خریدم و خیلی ازش راضی هستم این موس مو هستش از برند اودا. یک حالت فوم داره. ببینید وقتی که شما از این بزن براتون نشون بدم چه شکلی هست. ببینید اینجوری روی مو میزنین و وقتی خوش میشه موها می حالت خشکی پیدا میکنه. خوبی که داره این هست که وقتی شما موهاتون رو حالا با بیگودی یا با بابیلیس موهاتون رو فر میدین تو همون حالت میمونه، هیچ حرکتی نداره و تغییر نمیکنه. ولی اینکه شما وقتی که دستتون رو فرو میکنین در داخل موتون، دوستان یه نرمی و لطافت رو تجربه کنین، درسته؟ این اون حالت رو از بین میبره، یعنی مو کاملا خشک و استایل میشه و فوق العاده زیباست برای مهمونی های شبانه و عروسی ها. این موس اودا خیلی عالی هست. همینطور اینکه باعث استایل موها میشه و موها رو تو اون حالت عالی نگه میداره، ولی وقتی که موها رو میشوریم در حموم بعدی حس میکنم که به موها آسیبی نمیرسونه و خیلی از این لحاظ عالی هست. چیز بعدی که خریدم، اگه یادتون باشه من محصولات گیسو رو یه ستش رو سفارش داده بودم که خریده بودم، این هلسی هر، این کاندیشنری هست که به شکل اسپری هست دوستان و روی موها اسپری میکنه بدون این که نیاز به آب کشی داشته باشه. این که چقدر خوب هست، به این محصول خیلی گرونی هست، جز محصولات لوکس هست، ولی نه پولت رو برای خرید این محصول ندین. من راضی نبودم. دوستانی که از این محصول استفاده کردن و راضی بودن لطفا زیر ویدیو بنویسن که راضی بودن. من نتیجه خوبی ازش ندارم چون محصولات گرونی هست و تبلیغات وسیع هست برای خرید این محصولات. باید بهتون بگم که زیاد پولتون رو برای این هدر ندین دوستان. خب علتش هم این هست که خیلی محصولات بهتر از این هست. شما میتونید از یک کاندیشنر خیلی معمولی استفاده کنین، تو همون موهاتون آبکشی کنین و همون نرمی و لطافت رو میده. اما ماسک موش که دیگه واه خدای من، یعنی واقعا موها رو ابریشمی میکنه، از اون نمیشه گذشت. ولی متاسفانه یک ماسک موه گیسو 45 پون قیمتش هستش الان، شاید رو هم رفته 5 یا 6 بار بیشتر استفاده نکرده تمام شد. این هم هست ولی واقعا موها رو ابریشمی اینجوری میریزه روی شونهات و واقعا احساس خوشایندی هست، ولی متاسفانه گرون هست. ولی این کاندیشنرش نه دوستان زیاد چنگی به دل نزد. روغن مو میخوام باهاتون صحبت کنم. روغن های مویی که بعد از حموم استفاده میشه، خب من روغن های مختلفی استفاده کردم از برند های خیلی معروف و شاید اون نتیجه که میخواستم ندیدم. حتی توی روغن موی گیسو که خیلی هم گرون هست، باز هم نتیجه که میخواستم و ندیدم. اصلا اون مکانیزم اون قطره چکونی که در داخلش گذاشتن و به نظر من مسخره ترین تکنیک است. قطره چکون برای مایعاتی که به شکل آب هستن خوب هست. روغن اصلا داخلی نمیره، همش یه ذره داخل اون قطره چکون میره و میاد داخل دست، اصلا مو رو ساپورت نمیکنه. خیلی باید نمیدونم باید خیلی کم زده بشه، به هر حال باید مو ساپورت بشه، کاور بشه تار مو با اون روغن، ولی اصلا و اون هم جزو محصولات گرون هست و همه استفاده میکنم. اما این برند اورایب خب خیلی از گیسو گرونتر هست ولی خیلی عالی است. خیلی، یعنی وقتی که تو مصرف روغن های مو زیاده روی میکنیم مو چرب میشه، بعد آدم میخورد اعصابش هم به هم میریزه، میگه الان از همون اومدم میگه موهامو چرب کرد، به هم ریخت موهام، آی چه کاری بود انجام دادم. ولی این هر چقدر ازش میزنیم دوستان، درسته مو رو چرب میکنه ولی بلا فاصله تو خورد مو میره و اصلا انگار نه انگار که روغن موی زدی، ولی یک نرمی و لطافت خاصی رو به مو میده. این روغن نمیدونم حدودا چقدر هست، فکر نمی کنم بیشتر از 50 سی سی باشه
52 پون قیمتش هست، گلد لاستش هستش، یک روغن مویی است که در از تغذیه مو رو انجام میده، تقویت میکنه و آبرسانی میکنه مو رو، خیلی کمک کننده است و در از همون مکانیزم رو انجام میده، دور تار مو رو کاور میکنه و نمیذاره اون دو شاخه شدن و خوش شدن انتهای مو رو ببینین دوستان. این اگر بخوام بگم که این همه روغن مویی که استفاده کردم کدوم از همه بهتر بوده، این از همه بهتر بوده. الان روغن موی گیسو هستش، چند تا روغن دیگه هم اینجا دارم حالا، ولی نه، این یک چیز دیگه است. دوستان به من خیلی لطف دارن و در اصل اون نگاه زیبای چشماشون هست که به من لطف میکنن و گفتن که پوستم نسبت به گذشته خیلی بهتر شده 100%. بعد از اون همه داروهای وحشتناک و تریتمنت ها، استرس ها، درد ها، شما یعنی انتظار دارین که مثلا اون پوست تو اون زمان چقدر میتونست خوب باشه. خب آروم آروم درمان ها داره کم میشه، خودم خیلی آدم آرومی شدم، نمیذارم استرس ها روم تأثیر بذاره، خودم رو آروم میکنم و همه اینها روی پوست تأثیر داره، روم بود تأثیر داره. اما همه اینها به یک طرف، حالا تغذیه یک طرف، این همیشه سوال میکنن دوستان، این ببینید، این یعنی من هر چی دارم از برند پاولاس چویس هست، اسید سالیسیلیکش هست، 2% هست و فقط کافیه که مثلا یک هفته بزنم، یعنی خودم از پوست خودم خوشم میاد، یعنی اینقدر عالی هست. ببینین اسید سالیسیلیک 2% در بازار خیلی زیاد هست، ولی من نمیدونم که چرا این اینقدر با بقیه فرق داره و اینقدر فوق‌العاده است. به هر حال حتی دوستان وقتی از نزدیک منو دیدن میگن که چیکار کردی؟ این هفته تغییر کردی؟ گفتم بابا من هیچ تغییری نکردم، این رمزش هست، من هیچ چیزی از کسی قایم نمی کنم، از این استفاده کردم و واقعا عالی هست. یعنی این همیشه توی کابینت مراقبت های پوستی من هست، شاید همیشه ازش استفاده نکنم، ولی همین که ببینم پوستم زیاد احساس خوبی باش ندارم، شروع میکنم به زدن. اصلا یعنی من روتینام، دوستان دیدین که تو چند ویدیو قبلی، خیلی ساده است. اصلا من دنبال لایه لایه و تمیز کردن پوست و 5 لایه، چون من نمیخوام محصولی رو بفروشم که حالا یه سودی بکنم، حالا به هر قیمتی. به خاطر همین خودم با همون روش خودم مراقبت رو انجام میدم و همیشه به نتیجه عالی میرسم و اینم خواستم با شما در میون بذارم. ولی باز هم در نهایت میگم، اگر آرامش نداشته باشین، اگر نتونین نگرانی هاتون رو مدیریت کنین، گرونترین بهترین محصولات رو استفاده کنین، تحت نظر بهترین پزشکا، در گرونترین کلینیک ها مراقبت ها رو انجام بدین، اون انتظاری که میخواین رو نخواهید گرفت. یعنی همون تیرگی زیر چشم، خستگی، بیخوابی، بدترین عوارض رو اول رو پوست خودتون میذاره. پس حتما همه این نکات رو در کنار هم دیگه داشته باشین، به نتیجه بهتر برسید. این هم ویدیوی امروز دوستان. باز هم طبق روال برنامه زیر ویدیو بنویسید، بگین که چه انتظاری دارین، چه ویدیوهایی بیشتر براتون بذارم. البته دوستان گفته بودن که روزمرگی، ولی واقعا نمیدونم، حالا ببینم چه کار میکنم. تمام تلاشم رو به هر حال دارم میکنم برای شما عزیزان که ویدیوهای بهتری براتون بذارم. و اینکه تموم شد دیگه، تا ویدیوهای فردا شب، خدا نگهدارم.